سفیر کویت در عراق اعلام کرد کویت 1 میلیارد دلار برای بازسازی زیرساخت‌ها و نیز 1 میلیارد دلار دیگر برای سرمایه گذاری در عراق اختصاص داده است. از زمانان در جریان سفر به شهر سنی نشین الانبار عراق گفت: من بسیار خوشحالم که در میان برادران خود در استان الانبار هستم، استانی که شاهد کارزار عمران و سازندگی بزرگی است. به افزود کویت تنها از الانبار حمایت نمی کند، بلکه همه عراق را مورد حمایت قرار می دهد و همواره امنیت و ثبات این کشور برای ما حائز اهمیت بوده است. او ادامه داد کویت در یک کنفرانس حمایت از عراق در سال 2018 میلادی 100 میلیون دلار به استانهای جنگ زده از جمله الانبار کمک کرد و تعهدات کویت در قالب این کنفرانس ادامه دارد و ما 1 میلیارد دلار برای بازسازی زیرساخت‌ها و نیز 1 میلیارد دلار دیگر برای سرمایه‌گذاری اختصاص دادیم. او درباره پرونده غرامت عراق به کویت نیز گفت: به زودی کمیته غرامت وابسته به سازمان ملل بسته شدن نهایی این پرونده را اعلام خواهد کرد. پیش از این بانک مرکزی عراق از اتمام پرداخت غرامت به کویت خبر داده بود. امید است پایان غرامت عراق به کویت به خروج عراق از بند هفتم، ادغام سیستم بانک عراق در سیستم بانکی جهانی و استفاده از فراوانی مالی که محقق خواهد شد کمک کند.